فدایی خلق ایران 40 ساله شده. 40 سال فعالیت فدایی چه حاصلی برای ایران و ایرانی به جا گذاشته؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته خوش آمدید. جوانانی که در سال 49 به پاسگاه سیاهکل حمله مسلحانه کردند، با دانستن اینکه 40 سال بعد چندین سازمان با نام فدایی خواهیم داشت، خوشحال می شدند یا نه؟ تکثر سازمانهایی که نام فدایی دارند، هم می تواند نشانه تشتت باشد و هم نشانه جاذبه قوی این نام برای فعالان چپ. از میان این سازمان‌ها، فداییان خلق ایران اکثریت جریان اصلی فدایی و به پیامد آن وارث اصلی سنت فدایی شمرده می‌شود. شاید به همین دلیل این سازمان را بیش از دیگران باید در مورد کارنامه فدایی خلق پاسخگو دانست. کارنامه‌ای که در آن از شکنجه و اعدام هست تا حمایت از آنچه که خط ضد امپریالیستی آیت الله خمینی خوانده می‌شد. کارنامه‌ای که در آن از مبارزه مسلحانه هست تا حمایت از دوم خرداد و همراهی با جنبش سبز. با مهمان‌های این هفته پرگار این کارنامه را به بحث می‌گذاریم. در پنل اول بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، و محمد رضا شالگونی از باسابقه‌ترین منتقدان فدایی‌ها و عضو سازمان راه کارگر، و مخاطبان آنها در پنل دوم احمد زرین‌آباد، فارغ التحصیل فنی، و کیانوش بوستانی، دانشجو. خیلی خوش آمدید. آقای خلیق، پیش از اون که وارد جزئیات و دوران‌های مختلف حیات سازمان فدایان خلق اکثریت بپردازیم، یک ارزیابی کلی از شما بگیریم راجع به کارنامه فدایان خلق اکثریت. خب، همچنان که شما گفتید، امسال خب 40 سال از حیات این سازمان می‌گذره. در مجموع ما این کارنامه را مثبت می‌دونیم، و در این حالی که شما هم گفتید این سازمان و کلن جریان فدایی افتخیزهای زیادی داشته، ولی آنچه که میشه گفت این افتخیزها در سمت تحولات مثبت بوده و تاثیرگذاری بر صحنه سیاسی کشور. من به چند تا در حقیقت اون نکاتی که تعیین کننده بوده در حیات سازمان به اون میپردازم. ما از یک سازمان چریکی شروع کردیم، اهداف معینی دنبال میکردیم که یکی از اهدافش در حقیقت بسیج آن نیروهایی بود که در جامعه ما به عنوان یا طبقه متوسط جدید یا روشنفکران گفته میشه. بعد ما این بسیج در حقیقت به شکل وسیع صورت گرفت وقتی سال 58 به خصوص بعد از انقلاب فعالیت سازمان گذر کرد از یک سازمان چریکی به سازمان سیاسی. ما مواجه با نیروی گسترده شدیم که به سوی جریان فدایی رو آورده بودند، و نیروهای خیلی وسیع به گونه ای که ما در کوتاه مدت به یک سازمان سرتاسری تبدیل شدیم و در انتخاباتی که شرکت کردیم که یکی از معیارها و سنجش بود برای نیروهای ما، حدود 10% یا نزدیک به 10% آرا را ما داشتیم. اول انتخابات، بعد از انقلاب. بعد از انتخابات. همینطور در سال 60 که در میدان آزادی اون میتینگی که برگزار شد در رابطه با اول ماه مه بود، به نوشته خود مطبوعات دولتی حدود 200,000 نفر شرکت کردند. یعنی یکی از مسائلی که در حیات سازمان اهمیت جدی داشت، گذر از یک سازمان چریکی به یک سازمان سیاسی، که این نشانه ظرفیت های این سازمان نشون میداد که چقدر این سازمان هم پویاست هم تحول پذیر. خب، ما در یک دوره بر اساس اون نگاهی که داشتیم از خط امام بگلدی، اون چیزی که شما گفتید، از اون حمایت کردیم، ولی در دوره‌های بعدی به نقد اون خط نشستیم. خب، در اون سالهایی که از 58 شروع میشه تا 62، در اون سالها یک سری خطوط سیاسی که ما پیش بردیم امروز قابل دفاع میدونیم، ولی در این حال در وجوه زیادی قابل نقد. چی رو قابل دفاع میدونید قبل از اینکه به نقد ها برسید؟ ما یکی از موضوعاتی که آن سالا تلاش ما این بود، اینکه صحنه سیاسی کشور به سوی خشونت سوق پیدا نکنه.
خشونت نه به سود اپوزیسیون هست نه به سود اپوزیسیون و میتوان تا حدود جلوی اینا گرفت. و چی رو قابل نقد میدونید در اون سال؟ قابل نقد به جهت حمایتی که ما از یک جریان حمایت کردیم که فاقد اون ظرفیت های بود که ما تصور داشتیم، یعنی جریان به قول خودتون در اون زمان ضد امپریالیستی آیت الله خمینی. آره. و همینطور در رابطه با اون نگاهی که در اون سالا ناظر بر این حمایت بود، اونا ما به طور جدی مورد نقد قرار دادیم. در اون سالا اون چیزی که مورد توجه نگرفت این که این انقلاب از چه شکافی برخواسته و چه صحنه‌ای به وجود آورده و اون دیدی که ناظر بر ضد امپرس بود، بعد ما بر اساس اون توان به این نیرو قائل بودیم که این مبارزه ضد امپرس پیش خواهد برد، در صورتی که خب این شکاف در حقیقت این انقلاب از شکاف سنت و تجدد برخواسته بود و مسئله اصلیش هم این بود که آن گروه های مدرنی که در جامعه شکل گرفته بودن و در تقابل با اونها بود و در جهت اینکه این گروه ها را پس بزنه، در حالی که در اون موقع بعد آن سیاستی درست بود که اساس میگذاشت رو مسئله دموکراسی. به این ترتیب سازمان در واقع به روند دموکراسی و روند دموکراسی خواهی کمکی نکرد در اون سالها؟ در وجوهی کمک کرد، همچنان که در رابطه با خشونت طلبی گفتم، در رابطه با همینطور اون سالها ما به امر گفتگو و مذاکره اهمیت زیادی میدادیم. ما بعد به دولت آن زمان پیشنهاد کردیم در رابطه با جریان ترکمن صحرا که بعد آقای بنی صدر هم اون موقع پذیرفت، مناظره‌ای در تلویزیون صورت گرفت، همچنین ملاقاتی که با آقای بهشتی بوده همین مناظرات در میان گذاشته شد و آقای بهشتی هم پذیرفت و مناظراتی که در اون سالها صورت گرفت مناظراتی بوده در جهت گشایش فضای سیاسی، در جهت بحث و گفتگو. خب اینها جنبه‌ای است که خیلی بله. میتونست کمک کنه به دموکراسی. بله، اجازه بدید از آقای شالگونی در این مورد بپرسیم. آقای شالگونی، شما توی مطالبتون گفتید که پیش از انقلاب ایران در زندان بودید و از همونجا فداییان و ختمشی که در پیش گرفته بودن از جمله مبارزه مسلحانه رو نقد میکردید، اما اگر به مقطع انقلاب و سالهای بعد از اون بپردازیم، نقد فداییان خلق اکثریت از اون خط مششون حمایت از آیت الله خمینی به نظر شما به اندازه کافی قوی و قاطع بوده؟ قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یه نکته رو بگم که من خودم رو چپ میدونم، مارکسیست میدونم و از سنت صد ساله چپ ایران در مجموع دفاع میکنم. به نظرم چپ ایران درخشان ترین خانواده، نجیب ترین خانواده سیاسی صد سال گذشته ایرانه و در این میان سنت فدایی، جنبش فدایی در دوره دیکتاتوری شاه یکی از درخشان ترین شاخه های چپ ایران رو تشکیل میده. انتقاد من حتی به مبارزه مسلحانه در دوره شاه یک بحثیه در مقوله تاکتیک. بله. و بنابراین که خوبه که به این نکته توجه بشه که انتقاد از کدوم جنبه صورت میگیره. و نکته دیگر هم اینه که شما در صحبتاتون به گفتید که این مناسبت 40 سالگی سازمان فدایی، جنبش فدایی، واقعیت اینه که جنبش فدایی شاخه های مختلفی داره همونطور که گفتید. به نظرم انصاف حکم میکنه که بگیم که سازمان اکثریت وارث این سنت نیست. مشخصه اصلی جنبش فدایی ضدیت با دیکتاتوریه و شجاعت در مقابل دیکتاتوری، در مبارزه علیه دیکتاتوری. واقعیت اینه که بعد از انقلاب سازمان اکثریت در مجموع با دیکتاتوری حاکمه بعد از انقلاب همسازی کرده، این سنت فدایی رو دنبال نمی کنه، عکس اون قضیه هستش. من فکر میکنم که سازمان اکثریت وقتی که انشعاب شد و شاخهای مختلفی به وجود اومدن و واقعیت اینه که اونها به روح جنبش فدایی نزدیکترن، صرف نظر که من چه نظری در باره نقطه نظرات و مواضعشون داشته باشم اون بحث دیگریه، اونها به سنت رزمندگی فدایی، جنبش فدایی، اون جنبش سیاهکل، اون به اصطلاح فداکاری های بزرگی که فدایان دوره شاه انجام دادند نزدیکترن تا اکثریت. چرا؟ اساس مسئله اینه که آیا در مقابل دیکتاتوری شما وای میستید یا وای نمیستید. من فکر میکنم که بعد از انقلاب اکثریت درست
یک 180 درجه و به اصطلاح چرخشی از اون سنت. فکر میکنم اونها برخلاف اون چیزی که شما در معرفیتون گفتید، اونها نیستن که وارث سنت فدایی هستن، بلکه اونهایی هستن که یا در جریان فدایی یا همه جریانهای چپی که ضدیت با دیکتاتوری رو نمایندگی میکنن همچنان از سنت چپ. آقای خلیق گفتن که الان سازمان فدایان خلق اکثریت نقد میکنه، یعنی اون خط مش سالهای بعد از انقلاب رو، و میگه که کمکی به دموکراسی لااقل در این بعدش نکرده و کمک کرده به تثبیت نظام جمهوری اسلامی که شما تثبیت دیکتاتوری مینامید. آیا این نقد به نظر شما کافی هست یا فکر میکنید کفایت نکرده؟ اولا این نقد کافی نیست به هیچ وجه. بعد وارونه کردن یک سلسله واقعیت هاست. اون عبارت از اینه که مسئله اصلی اینه که در حالی که دیکتاتوری تاریک ولایت فقیه جا میافتاد در ایران در اون سالهای حساس بعد از سال 57 قیام 22 بهمن، اونجا لازم بود که جنبش فدایی بزرگترین جریان چپ، سازمان چپ ایران و بزرگترین سازمان به نظر من سیاسی ایران بود. واقعیت اینه که خیلی کارساز بود مخالفت با ولایت فقیه. اینها نه تنها مخالفت نکردن که باعث انشاب در خود فدایی و متلاشی شدن عملا سازمان شد که نابود کردن عملا سازمان فدایی و سنت فدایی رو، بلکه اولا از ولایت فقیه حمایت کردن و آقای خلیق فرمودن که ما در مجموع مثبت میدونیم. من کاملا منفی میدونم. مثلا اصل مسئله و کلیدی اینه که در مقابل یک دیکتاتوری تاریک که داشت فاشیسم رو سازمان میداد در ایران، شما بایستی اون رو متوجه میشدید و همه متوجه بودن که این یه تاریکی محضه. در اون لحظه آیا مثبت میدونید؟ هنوزم اینو مثبت میدونید که در مجموع مثبت بود، یعنی که خشونتی به خرج داده نشد؟ اصلا خشونتی، مگر دیگرانی که انتقاد میکردن خشونتی دست به خشونت میزدن؟ اگر تصادفا مقاومت اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه در سطوح مختلف که سازمان فدایی میتونست نقش خیلی مهمی داشته باشه در اون مورد وسیع تر بود، ولایت فقیه با این جرأت و با این جسارت به سرکوب جامعه دست نمیزد. من به نظرم کاملا منفی میدونم. خیلی کوتاه قبل از اینکه به پنل دو بریم، خیلی کوتاه اگر ببینید، آقای شالگونه فقط به یک سنت اشاره میکنه. سازمان فدایی سنت های مختلفی داشت، از جمله تحول طلبش، از جمله تأثیر پذیرش از اوضاع سیاسی و تحلیل هایی که در این زمینه داشت. آن ارزیابی که آقای شالگونه ارائه میده این با واقعیت نمیخونه. انقلاب در انقلاب ایران جامعه سنتی جامعه قوی بود. جامعه سنتی در مقابل جامعه مدرن قرار گرفت. اگر نیروهای سیاسی بلفرزن همه بعد یک حرف می زدن، متحد می شدن با این همه، آن نیروی توده‌ای که پشت خمینی بود، بعد پشت آقای خمینی بود، پشت حکومت بود، بعد با این همه این جریانات ممکن بود که در رابطه ابعاد سرکوب کمتر بشه، ولی با این وجود این نیرو جلو می اومد و سازمان های سیاسی مخالف ها بعد از بین می برد، آسیب می زد یا شدیداً سرکوب می کرد. به دیگه شما میگید سازمان فدایان خلق ایران و گروه های همفکرش توان مقابله با اون حرکت رو نداشتند؟ نه، اون نیرو خیلی وسیع تر از اون بود که در حقیقت گروه های مدرن جامعه که نسبتشون به جهات مختلف اگه ما مورد سنجش قرار بدهیم بتواند همچون مقاومت یا سازمان بدن که این نیرو به عقب بنشونه. این نیرو در حقیقت گروه های مدرن جامعه را یا کوچوند روز یا تمام تلاش خودش کرد که بعد تحت اتوریته خودش در بیاره. این اگر به لحاظ جامعه شناسی ما بررسی بکنیم این یک واقعیت عینی است و این ارزیابی واقعی نیست که گویا اگر هنچ اتحاد شکل میگیره بلفرض خط ما هم همون خطی بود که فرزن را کارگر داشت یا اقلیت داشت بعد و فرض کنیم که اون خط میتوانست وایسته، ولی این غیر واقعی است. این نیرو عظیمی بود تو جامعه. توجه داشته باشید که در تمام 32 سال گذشته سرکوب مدنی علاوه بر سرکوب سیاسی یکی از مشخصات این دیکتاتوری بود. این فرقش با دیکتاتوری شاهنشاهی چه هستش؟
دیکتاتوری شاهنشاهی در دورهای خشنتر از این بوده، ولی واقعیت اینه که اینها در سطح جامعه به مردم میگن چطور لباس بپوشید، چطور سرتون رو بزنید، موهاتون رو بزنید، چطور لباس بشینید، بلند بشید و اینا. این سرکوب مدنی میلیونی وجود داره، بنابراین مقاومت میلیونی وجود داره در سطح مدنی در مقابل این حکومت. در اوائل انقلاب خیلی در اوائل انقلاب بسیار بسیار چشمگیر بود و یکی از دلایل این که سازمان فدایی یک شبه از یک سازمان چریکی به یک سازمان واقعا توده‌ای شد، پناه آورده بودن قشرهای مدرن جامعه کشور و همچنین زحمتکشان کشور که بلد. اکثریت مردم رو تشکیل میدادن، بخش بزرگی از اونها پناه آورده بودن به سازمان فدایی که از این به عنوان سپری در مقابل تعرض تاریک اندیشی و دیکتاتوری استفاده بکنن. در واقع اکثریت که نماینده این سنت این سنگر رو خالی کرد. مسئله اصلی اینه. حتی این... عذر میخوام اینو بله. به نظر من خیلی مهمه. فقط این نبود که همسازی کرد، عملا کنار رژیم وایستاد، یعنی خیلی از سرکوب ها رو تایید کرد. این حقیقتیه، این غیر واقعی هست و اینقدر ما در اون سالها شدیداً علیه اعدام ها علیه سرکوب ها ما موضع گرفتیم، اعلامیه دادیم و مخالف اعدام ها و سرکوب ها بودیم و معتقد بودیم که باید جریان های سیاسی بتوانند و حق حیات داشته باشند و مبارزه سیاسی پیش ببرند. آیه سرین آباد، سازمان چریکای فدایی خلق و اصلا کلن سازمان های چپ معتقد مبارزه مسلحانه با الگو برداری از ارنستو چه گوارا و فیدل کاسترو بنیان گذاشته شدن، اما با همون اهداف دست پیدا نکردن. چرا؟ اولا در اون سالها تنها سازمان های چپ نبودن، شما هم میدونید که در حقیقه سازمان مجاهدین خلق، من الزمان در مورد چپ دارم سوال میکنم. نه، چرا در رابطه با آن نوع مبارزش که شما مطرح میکنید هم تو بین چپ سازمان فدایی نبود، گروه های متعدد از جمله سازمان انقلابیون حزب توده ایران. من فقط در مورد سازمان چریکای فدایی خلق سوال میکنم، چرا نتونست به اون اهداف دست پیدا بکنه؟ نه، اون اهدافی که داشت به بخش از اهدافش دست یافت. من حالا چند نمونش رو میگم، ولی به برخ اهدافش دست نیافت. یکیش که آیش هاگونی هم مطرح کرد، بعد مسئله آن جو دیکتاتوری که در اون سالها بود، این که بتواند بر علیه اون به پا خیزد، فضای سیاسی کشور تغییر بدهد، نیرو به میدان بیاید. درخشان ترین کارنامه شما در طول مبارزاتون در زمان رژیم شاهنشاهی 19 بهمن سال 49 سیاکل هست که امیر پرویز پویان و فردی دیگر اونجا کشته شدن و یه پاسگاه دهات حمله کردید. این درخشان ترین امیر پرویز پویان اونجا نبود. حالا من ذهنم آقای فراهانی بود و گروهش، اما سوال ایشون در مورد جنبش سیاکل بله یا حرکت سیاکل. اولا همین که شما فضای سیاسی قبل از دهه 40 با دهه 50 مقایسه کنید، بعد نشون میده که چه تأثیراتی رو حوزه سیاسی کشور داشته. همین زندان هایی که در دهه 50 زندان ها نگاه کنید، بیش از 3000 نفر زندانی بوده و در این حال بیشترین اون در اون سالها در حقیقت یک فضایی وجود داشت که ناامیدی نسبت به عنصر پیشرو به جهت شکستهایی که در دههای قبلی به وجود اومده بود و یکی از اهدافی که جریان فدایی دنبال میکرد که بتواند در حقیقت اون اعتماد را دوباره بازسازی بکند. جریان سیاکل تونست این کار بکنه؟ نه جریان صرفا سیاکل، جریان فدایی تونست این کار انجام بده که اولین ثمرش بعد از انقلابه که ما ببینیم که این همه نیرو به سوی سازمان، به سوی جریان فدایی رو آورد. و همینطور در رابطه با بسیج نیرو بود که من در صحبت‌های قبلی هم گفتم که به اون اهدافش رسید، ولی هدف‌های هم بود که در رابطه با به خصوص مسئله بسیج کارگران، یه جست روشنفکری بود برای اقشار به اصطلاح تحصیل کرده جامعه که به سمت سازمان‌های چپ و سازمان‌های سیاسی کشیده می‌شدن. چون من خودم به یاد دارم 26 دی ماه 1357 وقتی که شاه از کشور خارج شد، از میدان انقلاب تا میدان فردوسی سازمان چریکای فدایی خلق راهپیمایی داشت، یه چیزی نزدیک 300-400 هزار نفر جمعیت بود. اما من تصور نمی کنم اینها همشون با ایدولوژی سازمان چریکای فدایی خلق آشنایی داشتن.
نه مسئله ایدئولوژی نیست که ما فعلا تو عرصه سیاسی داریم صحبت میکنیم. تو عرصه سیاسی همچون نیروی بسیج شده بود. عرصه ایدئولوژیک میاد دیگه. این که نمیتونید شما بگید من سیاسی هستم اما ایدئولوژی من حالا فعلا میذارم کنار. در صحبت‌های آقای زرین‌آباد نکته نهفته است. شاید من بتونم اینو اینجوری بیان کنم که تعداد زیاد هواداران سازمان چریک‌های فدای خلق ایران و بعد فدایان خلق اکثریت ناشی از در واقع یک جاذبه احساساتی به نام فدایی بود. آیا واقعا اینها به خوبی با ایدئولوژی با تاکتیک‌های سیاسی سازمان آشنا بودند و سمت دیگه این بحث آیا سازمان فدایان خلق اکثریت تونست از این تعداد زیاد هواداران استفاده بکنه برای پیشبرد اهدافی که در جهت دموکراسی در ایران بودند؟ خب شما میدونید که در سال‌های 49 تا 57 سازمان در شکل مبارزه چریکی اقدام میکرد. مبارزه چریکی هم خصلتی که داره اینه که نیرو بسیج میکنه، ولی طبعا آن نیرویی که بسیج کرده به جهت خصلت مبارزاتش، نوع سازماندهیش، امکان این که بتونه این نیروی وسیع جذب بکنه در اون شکل سازماندهی وجود نداشت. طبعا هم نمیتونست که رابطه نزدیکی داشته باشه برای این که بتونه امر آموزش ها پیش ببره یا اینکه بتواند رابطه نزدیکی با اون نیروها داشته باشه. در رابطه با جریان فدایی مسئله به این صورت پیش رفت که گروه های متعدد که هوادار سازمان بودن به خصوص سال 56 57 شکل گرفت که خود اونها در پیشبرد مبارزه نقش وسیعی داشتن. آقای شالگونی، با آشنایی که من با سوابق شما دارم، شما از منتقدان تاکتیک مبارزه مسلحانه فدایی‌ها بودی در پیش از انقلاب. دقیقا. حتی گفتید که با آقای خلیق دقیقا. پیش از انقلاب در زندان آشنا بودید و راجع به این بحث می‌کردید و نقد می‌کردید. الان در واقع شما وقتی که آقای خلیق میگه که مبارزه مسلحانه سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تونست فضای خفقان رو به گفته ایشون بشکنه، با این موافق هستید یا فکر میکنید نتایجی نداشت واقعا؟ من به نظرم نتایج از این نظر خفقان رو نشکست. واقعیت اینه که این مبارزه برای این بود که بتونه توده زحمتکش رو، فراموش نکنید که فدایان یک سازمان چپ بود و بیش از همه برای جنبش کارگری، جنبش زحمتکشان ایران فعالیت میکرد. اونهایی که واقعا با تمام وجودشون به این اعتقاد داشتن. زحمتکشان اجازه بدید. این مسئله مسئله بسیار مهمی بود از لحاظ ارزشی رو جا انداختن یه مسئله است. یکی اینه که آیا در جلو دیکتاتوری، در جلو زورگویی وای میستیم؟ من از این همچنان دفاع میکنم. یکی اینه که به لحاظ تاکتیک، از لحاظ محاسبات تاکتیکی آیا این اثر داشت یا نه؟ به نظر من اثر نداشت. به همین خاطر ماها که غالبمون طرفدار جنبش مسلحانه بودیم و بخش بزرگی از فدایی‌ها در داخل ما بودن، به این انتقاد کردیم. خیلی سریع قبل از اینکه به آقای بوستانی بریم، چرا به نظر شما مبارزه مسلحانه چریک‌ها در دوره پیش از انقلاب نتیجه نداشت؟ علتش اینه که خودش رو از همین مبارزه، از توده زحمتکش فاصله میتونست بگیره، به خاطر اینکه هزینه مبارزه خیلی بالا میرفت و ارتباطات قطع میشد. بله. آقای بوستانی، سوال ما مشخصا از جناب آقای شالگونیه. من یه سوال صریح میکنم، یه جواب صریح هم میخوام که بس بعدش بیاد. شما سازمان فدایی رو متهم به این کردید که اساساً عروج در واقع جنبش سیاه و فاشیستی مذهبی روی سر جامعه ندید. من میخوام ببینم کدوم سازمان چپ تونست اینو خوب ببینه. مثلا من خودم به سازمانی تعلق دارم که مطرح کرد که در همون اوایل انقلاب ایران درست در قیام بهمن ما شرکت شکست خورد. چرا که نیرویی به حاکمیت رسید که این یک نیرویی که فاشیسم و سازمان بیده. اون موقع راه کارگر یک جزواتی رو منتشر کرد، عنوانش این بود فاشیسم کابوس یا واقعیت. ما معتقد بودیم که چه کردیم، آیا ارزه این رو داشتیم که کارامون رو پیش ببریم یا نه، اون بحث دیگریه. ولی از لحظه اول نه تنها ما، دیگران، مثلا وحدت کمونیستی از اول این رو مطرح کرد. مثلا ما هم شاید اولین سازمان چپ ببینه یا نبینه. مسئله اینجاست که ما داریم درباره پراتیک سیاسی صحبت می‌کنیم. پراتیک سیاسی ما از اول با ولایت چه کسی تونست ببینه اینو توی برنامه‌اش ادغام کنه و عکس العمل موثر داشته باشه؟ چون الان شما دقیقاً چیزی که سازمان رو به چیزی متهم کردید که هیچ سازمان دیگه نتونست انجام بده، نتونست توی برنامه‌اش ادغام کنه، نتونست استراتژی توش دبیر و در مقابلش بیسته، و دیدیم که در نهایت حزب توده با اون سابقه‌اش از سال 20
آخر سر به کجا ها منتهی شد؟ شما حیرت انگیزی که آقای شالگونی چشمش روی واقعیت ها به راحتی می‌بنده و مسائلی رو نگاه می‌کنه که به صلاح یعنی وارانه جلوه دادن. آقای شالگونی، لنین توی روسیه شوروی 20,000 نفر مسلح انقلاب کرد و یک ملت رو تحت سلطه گرفت. در ایران 98% به همین رژیم ارتجاع رأی دادن. شما این اختلاف رو در کجا میخوای پیدا کنید؟ اولا چه لرین فیدل کاسترو با یه تعداد نیروی مسلح در کوبا انقلاب کرد. اولا چه لرین با نمیدونم چند هزار نفر شرکت کرد، میلیون ها انسان مسلح، مخصوصا جنگ بود، 10 میلیون دهقان مسلح رو خود تزاری مسلح کرد و جنگ بود. اگر اجازه بدید، اگر اجازه بدید، آقای شالگونی، اگر اجازه بدید به چیزهایی که کانون این بحث نیست، از جمله انقلاب شوروی یا روسیه نپردازیم. اشاره ای که آقای بوستانی کرد در پایان سوالش، من میخوام اون رو پی بگیریم. گفت که حزب توده ایران هم اون در واقع موجی که داشت میومد، شما اسمش رو گذاشتید فاشیسم، البته خیلی در این مورد شک و تردید دارن که بشه اسمش فاشیسم، اون موج رو ندید و غالب جریان چپ ندیدن. تا چه حد آقای خلیق تأثیر پذیری از حزب توده ایران باعث شد که شما خط مش پیروی یا حمایت قاطع از مش به قول خودتون ضد امپریالیستی آیت الله خمینی رو دنبال کنید؟ نه، در رابطه با این واقعیت است که سازمان ما از هم از جنبش کمونیستی جهانی و که در درجه اول هم از حزب توده ایران در رابطه با پیشبرد خط حمایت از حکومت تأثیر پذیرفت. این امر واقعی هست، به جهت اینکه در حقیقت اون اتوریتهی که در اون زمان وجود داشت و ضعفهایی که سازمان ما داشت، ضعفهاش هم برمیگشت به این که رهبری سازمان در جریان مبارزه چریکی دو بار از بین رفته بود. خب و نیرویی که بعد از انقلاب اومد در رهبری سازمان قرار گرفت، با پدیده های پیچیده، با پدیده ای که اولین بار بود در تاریخ همچو پدیده به وجود اومده بود، اسلام سیاسی اومده بود به میدون، باش مواجه شد. بعد آن سیستم فکری که داشت نمیتونست پاسخگوی این مسائل باشه و من نمیتونست تحلیل دقیق از همچو پدیده ای داشته باشه، در نتیجه تاثیر پذیر زمینه داشت برای تاثیر پذیره. بعد خب آن اتوریتی که در رابطه با جنبش کمونیستی و حزب توده ایران که یک انسجام فکری داشت، طبعا رو نیروهای ما تاثیر گذاشت. آقای شالگونی، از نظر شما هم انسجام فکری و تجربه حزب توده ایران باعث شد که اینقدر روی سازمان فدایان خلق اکثریت تاثیر بگذاره؟ و من فکر میکنم که خب اونها انسجام بیشتری داشتن، منتها حیثیت و اعتبار سازمان فدایی، جنبش فدایی در اون موقع، در اون موقعی که آقای خلیق بهش اشاره می‌کنه، اصلا قابل مقایسه با حزب توده نبود. اینها در سطح، البته ایشون از اعتبار حرف نمیزنه، از انسجام فکری حرف میزنه. واقعیت اینه که رژیم شاه اصلا در این آوردن ولایت فقیه واقعیت اینه که نقش داشت، چون سنگ رو بسته بودند و سنگ رو گشوده بودند، عملا جز دستگاه مذهب دیگر جریان ها نمیتونستن فعالیت بکنن، ولی من قوی بودن. همین جنبش فدایی بارها قتل عام شدن رهبرانشون. بنابراین یکی از چیزهایی که هستش اینه که کسانی در رهبری این سازمان قرار گرفتن که توان رهبری جنبش به اون بزرگی رو نداشتن، این حقیقتیه. ولی میخوام بگم که در رابطه با صحبت آقای بوستانی میخوام بگم که اکثریت چپ از این دفاع نکردم. اصلا اکثریت، ببینید، راهکارگر، وحدت کمونیستی، اقلیت، رزمندگان، پیکار رو قتل عام کرد سازمان. اینا همه تمام این سازمان ها رو میشه شمرد، منم آگاه هستم. مخالف بودن از روز اول با این سیستم. مؤسسه سیاسی توش در اومد. مسئله نیست که خب بنده یا خیلی هم نسلمون اومد. نکته دیگه هم البته، این نکته دیگه هم تعداد این سازمان ها خیلی زیاده، ولی واقعیت اون سال ها این بود که این تعداد بیانگر میزان نفوذ به همین اندازه نبود. دو تا جریان اصلی چپ بودن، یکی فدایی بود، یکی توده بود، بقیه جریان های خردریز بودن. اما اجازه بدید از سالهای انقلاب، یه مقدار اشتباه هست در این ارزیابی. ببینید، سال 58 سال میشه فدایی نامید، یعنی سال 58 اپوزیسیون اصلی جمهوری اسلامی سازمان فدایی بود. سال 59 شد مجاهدین. چرا؟ بخش بزرگی از لایه‌های اجتماعی که واقعا وحشت داشتن از این دیکتاتوری، دیدن که سازمان فدایی، یعنی اکثریت، جارو خالی کرد در مقابل دیکتاتوری، عملا پناهنده شدن به
مجاهدین، چرا که بعد از مرگ آیه طالقانی مجاهدین یواش یواش وای میستادن. اونا هم تا اون موقع وای نایستاده بودن، یعنی مذهب و مارکسیسم، طرف مارکسیست بود، اونها شد مسلمان بلافاصله. اونا رو بذارید کنار، مسئله اینه که علیه دیکتاتوری، نه اینا یه تنهای تاریخی دیکتاتوری اعتراض داشت، علیه دیکتاتوری شما در عالم ایدئولوژی انتزاعیات زندگی نا نیست. مردمی که می اومدن خیلی هاشون اصلا حجاب و اینا سرشون نمیشد. اجازه بدید از اون سالها سریع گذر کنیم به گرهگاه بعدی، زمانی که اصلاحات رو به اوج بود، دوم خرداد و بعد چندین سال بعدش جنبش سبز زمینش فراهم شد. اصولا مشی سازمان فدایان خلق اکثریت به سمت شرکت در انتخابات و تشویق مردم به شرکت در انتخابات رو چه جوری ارزیابی می‌کنید؟ بعد میام با آقای خلیق. البته بذارید من قبل از اینکه اینو بگم، چون اشاره کردم آقای خلیق گفتن که این درست نیست، سازمان اکثریت در سال 61 به بعد، 60 61 62 عملا از سرکوب نیروهای مخالف توسط جمهوری اسلامی حمایت کرد. و من فکر میکنم که چون فرصت اینجا نیستش، پیشنهاد میکنم که نوشته هایی در این مورد هست مراجعه بشه به اونها. مثلا از جمله اینها یک مطلبی هست که دو تا مقاله در دو قسمت در رابطه با اسلام، مناظره بین علی اکبر شالگونی و فرخ نگهدار، و در سایت روشنگری همین الان میتونید برید از آرشیو اون در بیارید که مثلا مورد به مورد اومده. اونم نه اینکه پچ پس در داخل سازمان گفتن که برید فلانی رو لو بدید، رسما مثلا رقیه دانشگری میگه که وقتی که در مجله رو نشریه کار اومده که اونهایی که در واقع علیه انقلاب هستن، علیه امام، خط امام هستن، اونها رو بایستی معرفی بکنن، یا اینکه مثلا رنجبران رو باید آمریکاییه، نمیدونم پیکار مثلا حزب توده اون موقع در آورد، سازمان فدایی هم پیمانش بود، که اصلا اینا از اسنادی در اومده که از با اسرائیل رابطه داشتن. خب معلوم بود که، یا مثلا جبهه ملی، جبهه ملی خیلی چیستش، اصلا بعد مورد به مورد میشه اینا رو گفت. اینا خیلی فاجعه بارتر بود از خطای اشتباه سیاسی. آقای شالگونی به مواردی اشاره میکنه که خب در نشریه کار بعد که در رابطه با یه رفیق مطرح شده، در نشریه کار انبوه فاکتای دیگه هم هست که آقای نگهدار هم در پاسخ به علی اکبر این توضیحات داده که اعلامیه ها متعددی در این زمینه که چگونه در مقابل رژیم، در مقابل سرکوب ایستاده و همینطور محکوم کرده و خواستار این شده که قانونیت در جامعه پیش بره. در رابطه با مسئله صحبتی که ایشون متاسفانه مطرح کردن، در رابطه لو دادن، ما سالها دنبال این قضیه بودیم که این اتهامی که به سازمان زده شده میچسبه یا نه. آره میچسبه یا نه، این به طور جدی هم برای ما مطرح بود. بعد بارها هم خواستیم از کسانی که همچو اطلاعاتی دارن در اختیار ما بگذارن، نتیجه ولی تا الان ما نمونه پیدا نکردیم. برعکس نمون در این تحقیق نمونه های زیادی رو پیدا کردیم که بعد در رابطه با مجاهدین، در رابطه با سایر جنایات چپ، چگونه رفقای ما کمک کردن برای فرارشون، چگونه تو خونه های خودشون در اون سالات جا دادن. بله، اجازه برگردیم به من، سوال خودم رو فعلا کنار میگذارم، برگردیم به آقای زرین آباد. شما فرمودید که صحنه سیاسی کشور رو میخواستید تلاش کنید که به سوی خشونت سوق پیدا نکنه، یعنی استراتژی سازمان چریکهای فدایی خلق در ابتدای انقلاب قبل از انشعاب این سیاستش بود. اما جای پای سازمان چریکهای فدایی خلق توی بلوای کردستان به خوبی قابل مشاهده است. در اونجا دو تا جنگی که صورت گرفت، نه جریاناتی که در کردستان بودن، جریانات سیاسی، نه سازمان فدایی، بلکه آن نیروهای محلی که وابسته به جمهوری اسلامی بودن شروع کردن. هم در جنگ سنندج شروع کننده اونها بودن، در حالی که تلاش سازمان ما همراه با حزب دموکراتیک کردستان ایران و کمله این بود که این جنگ خاتمه پیدا بکنه. هیئتی از تهران، آقای طالقانی، آقای بنی‌صدر، آقای بهشتی آمدن تو منطقه تو سنندج، و از طرف جریاناتی که محلی کردستان از جمله از سازمان ما هیئت در اونجا شرکت کرد و تمام تلاش خودش رو گذاشت که جنگ خاتمه پیدا بکنه. همینطور در جنگی که بعداً در جنگ نقده مشهور هست، همین وضعیت پیش اومد و تمام تلاش شد برای خاتمه جنگ. و
در سال شهریور ماه 58 این حکومت بود که به تصمیم گرفت که به کردستان یورش ببرد نیروی نظامی. دلیلش خیلی روشنه، چون پادگان پاوه بود یا بانه که دکتر مصطفی چمران در اونجا بود در محاصره نیروهای کموله و چریکهای فدایی خلق در اومد. نه، چریکهای فدایی خلق نبود. آقای چمران اونجا نجات پیدا در اون موقع هم باز و پیشنهاد شد برای گفتگو و مذاکره، از جمله آقای چمران هم شرکت داشتند. و از جمله آقای سپاه، لب کلام شما این است که در اون زمان چریکهای فدای خلق و سازمان فدایان اکثریت بعداً هم اصولاً از مذاکرات این چنینی حمایت کرده. اجازه بدید سوال از آقای بوستانی بگیم. پیشنهاد من اینه که از مقطع انقلاب و سالهای بعد از انقلاب بگذریم بیم به دوران معاصر. یه سوال سریع انقلاب بکنم چون برمیگرده به خود سازمان، حالا از این بحثه پراکنده دور بشیم. سوال من اینجاست، شما فرمودید انسجام فکری حزب توده باعث شد که اکثریت جذب حزب توده بشه. من واقعا میخوام ببینم این چه انسجام فکری و قوت نظری بود که تو اون دوره نتونست مشی ضد امپریالیستی پوپولیستی آقای خمینی رو که توی تمام نوشته‌هاش روشن بود از دوره نجفش به بعد تفاوت بذاره بینش با یک مشی ضد امپریالیستی مترقی چپ. این چه جور در واقع چرا این گره های تئوریک باز نشد که آخر سر کار به اون سرکوب چپ کشیده شد؟ من در مورد مسائل تئوریک و نظری باید یه فرصت باشه پخواهم چپ پردام. ایران و به خصوص دو جناح اساسی در چپ ایران در اون سالها متهم هستند به فقر تئوریک. این تا چه حد واقعا بجاست و آیا این اگه بیاریم جلوتر آیا این رفع شده؟ نه، به نظر من مسئله فقر تئوریک نیست. الگو برداری از اون تفکراتی که در جنبش جهانی کمونیستی بوده، نه اینکه به تحلیل مشخص از جامعه ایران نشسته بشه. از این زاویه بگید، این نشانه فقر تئوریک دیگه. از این زاویه بگید من قبول دارم. اگه از این زاویه بگید شناخت انقلاب ایران، نیروهایی که نیروی محرکه انقلاب بودند، حکومتی که از این انقلاب بر اومد، شناخت از شکاف اصلی تو جامعه، از این زاویه بگید این واقعیت هست و در سازمان ما یک چالش سنگین در رابطه با آن دور از ختمش پیش رفت که حاصلش سندی بودی که در پنون 65 اومد، حاصل سندی بودی که در کنگره اول و همینطور در سالهای بعد. ما اون ختمش اون دیدگاه ها به طور جدی مورد نقد قرار دادیم و این نقد هم موجب شد که ما روند تحول یابنده رو طی بکنیم، از اون نقد ها تجارب جدی بگیریم و بتونیم در طی به خصوص دو دهه اخیر به دیدگاه معین و به برنامه بله. و ساختار حزبی معین دست پیدا بکنیم. آقای شالگونی، اولا چه فقر تئوریک چه وقتی میگیم حالا مد شده که از ابر و بار و مه و خورشید و فلک در کارن که چپ رو دراز بکنن. واقعیت اینه که در یک دوره دیکتاتوری خشن شاهنشاهی همه جریان های سیاسی ایران فقر تئوریک داشت. این واقعیتیه. مثلا فکرش رو همین جریان ها از جمله مثلا جریان های لیبرال، ملی ها، خود مذهبی ها، خود مثلا نوشته های آقای شریعتی رو مثلا نگاه کن که بهترین جریان مذهبی بود، فقر تئوریک. خلیق میگن که اون نقدی که به گذشته دوره انقلابشون داشتن باعث شد که مسلط‌تر و مجهزتر در جنبش‌های بعدی، در جریانات بعدی سیاسی نقش ایفا بکنن. فکر می‌کنم یکی از نشانه‌هاشون حمایت فدایان خلق اکثریت از شرکت در انتخابات، هم در جریان دوم خرداد هم در جنبش سبز می‌دونن. شما این نقد فدایان از گذشته رو مؤثر می‌دونید؟ اولا اکثریت از اولین انتخابات شرکت کرد، اونجا که آیا جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی یا سلطنت شرکت کردن. بعدن در آره متاسفانه آره اونجا شرکت نکردن، عذر می‌خوام. بعدن همه انتخابات اولام گفتن شرکت کردن و اینها که 10% رأی آوردن که گویا مثلا فتح الفتوح کردن که مثلا 10% به شما رأی دادن. اصلا اشتباه بزرگی بود. ولی الان در مورد انتخابات در مقطع دو خرداد در اینا شرکت کردم در مسیرهای بعدی، اون نقد اصلا از جنبش فدایی قبل از انقلاب
فاجعه بار بود. اینها نتیجه گرفتن که بایستی اصلا همساز با سیستم باشن. مثلا بعضی از تئوریسین های اینها گفتن که باید در چارچوب قانون باشه، باید نمیدونم ولایت فقیه رو فلان مخالفت هم اگه میکنن، ولی ایراداتمون اعتراضاتمون از چارچوب قانون نباید فرا بره. سازماندهی به اصطلاح مخفی رو منکر هستن، سازماندهی حتی غیر قانونی رو منکر هستن بعضی وقتا. خب معلومه که اینا فاجعه باره، در جایی که اصلا قانون عین استبداد مطلقه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی بی حق قیه مدلل مردم ایران. آقای خلیل مثل اینکه آقای شارگونی کل این قانون رو شکست و متلاشی کرد. مثل اینکه آقای شارگونی یا با دیدگاه های ما را تعقیب نمی کنه، یا اسناد ما را نخونده، یا با سیاست های ما آشنا نیست. ما اون توصیفی که از سیاست ما کرده این سیاست پیش نمیبریم. ما سیاست استراتژی تحول طلبیه داریم و معتقدیم که باید جای این جمهوری اسلامی یک جمهوری دموکراتیک و سکولار بگیره. در این راستا حرکت میکنه، خودمون نه با حکومت بلکه با نیروهای اجتماعی میسنجیم، ولی در این حال معتقدیم که باید اون تحولاتی که در اون حکومت هم صورت میگیره باید نسبت به اون تحولات توجه داشت. جریان جنبش سبز به خوبی نشون داد که وقتی خیابان با آن نیرویی که در درون حکومت بود با خیابانم همراهی کرد، به هم پیوند خوردن، دیدیم چه جنبش عظیم شکل گرفت. بعد سیاست ما تو این راست است. بعد انتخابات را یک فرجه میدونیم، یه فرصتی میدونیم که در جمهوری اسلامی وجود داره و امکان این که مردم بیان در صحنه و تأثیر بگذارن رو فرآیند سیاسی کشور هست. بله. و در دو انتخابات ما دیدیم همین مسئله رو. آیه. به شما میرسیم. گرفتیم سر بحثای سال 76 به بعد، یعنی در واقع شروع شدن اصلاحات در ایران. ببینید من هر جا هر بیانیه آقای خلیق دیدم، از بیانیه یا بیانیه پایانی کنگره های سازمان دیدم، بر آرمان سوسیالیست تاکید شده همچنان تا حدود زیادی. خب من میخوام بدونم این دموکراسی از جنس لیبرالی که حالا حتی میشه گفت از جنس نو لیبرالی که از سالهای بعد از جنگ با دولت آقای هاشمی شروع شد و در حال بلعیدن جامعه است، سازمان چجوری میتونه این دموکراسی لیبرال و این در واقع این نوع تفسیر از دموکراسی رو با اون آرمان سوسیالیست هماهنگ بکنه؟ یعنی سازمان چرا نیومد یک تعریفی از دموکراسی ارائه بده که با اون آرمان سوسیالیستیش بخونه و اینجوری تبدیل به زائده ای از جنبش رفرمیستی نشه؟ البته من اینو تو مقطع 22 خرداد سال 88 میگم، یعنی قبل از اینکه جنبش سبز علیه کودتا انتخابات شروع بشه، چرا سازمان نتونست همچین تفسیر ارائه کنه که اینجوری زائده ای اصلاحات شد؟ شما حکم صادر میکنید که بعد خیلی حکم سنگین هست. ما نه تنها زائده جنبش اصلاحات نشدیم، بلکه از اصلاحات، از جنبش اصلاحات حمایت کردیم. نقدهای جدی خودمون رو داشتیم. خود به خود داشتید بلعیده بشید با این ضعفی که داشتید تو این رابطه دموکراسی؟ نه، ما نه بلعیده شدن یک مفهوم دیگه هست، این که سیاست یک مفهوم دیگه است. ما سیاست های پیش بردیم که در این حال که از این جنبش حمایت میکرد، نقد های جدی بر ضعف های این جنبش داشت. همان چیزی که در حقیقت در 22 خرداد سال 88 هم دیدیم. بعد ما خواستار همچون جنبشی بودیم که هم در یه پاش در خیابون، یه پاش در حکومت. بعد در رابطه با دموکراسی مطرح میکنید، ما یکی از تحولاتی که سازمان ما پشت سر گذاشت در حقیقت اعتماد عمیق به دموکراسی هست. و ما قبلا بر اساس دیدی که داشتیم، در حقیقت دید لنینی بود، دموکراسی را به بورژوازی نسبت میدادیم، درست، نه اینکه به عنوان ساختار حکومتی که میتواند امکانهای وسیع در جامعه به وجود بیاره. ولی در این حال ما معتقد نیستیم که باید فقط در دموکراسی انتخابی موند. بعد دموکراسی انتخابی یک گام مهمیه در استقلال دموکراسی در کشور ما، ولی در این حال باید فراتر از اون رفت. فراتر تا کجا؟ تا آن حدی که بتواند دموکراسی مشارکتی و مستقیم هم در ترویج با دموکراسی انتخابی بتواند در جامعه گسترش پیدا میکند. ما در رابطه با سوسیالیسم که شما مطرح میکنید، خب یک وجه از سوسیالیسم ما در این میبینه. خب ما در دورهای قبلی نسبت به دموکراسی آن اهمیت قائم
قائل نبودیم و بر این به این نکته نرسیده بودیم که سوسیالیسم عمیقا با دموکراسی در آمیخته است. همه اینا درست، ولی من میخوام بدونم کجای استراتژی پردازی سازمان با این بحث های تئوریک تا حالا هماهنگ بوده. یعنی در واقع شما حتی، من اینو به عنوان شاهد زنده میخوام اشاره کنم، سال 80 که دولت خاتمی بنا به فشارهایی که بهش اومده بود از خیلی از حرفایی که زده بود در راستای همون فرمالیسم دموکراتیک خودش عقب نشسته بود، صداهای اعتراض به شدت توی دانشگاه بلند بود که نتیجه سال 83 با اون انتقاد شدیدی که تو سالن چمران دانشگاه فنی با آقای خاتمی شد نمود پیدا کرد، ولی سازمان اکثریت به هیچ وجه نیومد یک نقد موثر جدی از این 4 سال اول سال 70 انجام بده. خیلی کوتاه اینه که من بهش میگم بلعیده شدن قبل از اینکه آقای شالگونی بگه. خیلی کوتاه خلیق. نه، ما اگر نشریه کار در اون دوره ببینید مطالب متعددی در این زمینه وجود داره و همچنین در اسناد کنگره که ما نقد کردیم دوره 4 سال خاتمی و معتقد بودیم که باید فراتر بروند. مسئله پس ولی بازم باید رفت رأی داد دیگه به دوره اون باور خاتمی. رأی یک مقوله دیگه هست. خب رأی بستگی به خیلی پارامترهای دیگه هست. رأی محصول استراتژیک سازمان. نه، شما رو استراتژی صحبت میکنید، رو سیاست. خب نه فعلا رأی. بعد ما در رابطه با آن استراتژی که بهش رسیده بودیم در این حال که باید در انتخابات شرکت کرد، انتخابات ما بتونیم به صحنه تبدیل بکنیم که بتونه در حقیقت مردم رو بیاره به میدون و بتونه تاثیرگذار باشه. همچنان که در سال 88 ما دیدیم که چگونه از بطن انقلابات، از بطن انتخابات یه همچون جنبشی برخاست. آقای خلیق میگن که بر اساس نقدی که اجازه میدید آقای شالگونی کنار گذاشتن، آقای شالگونی اجازه میدید، اشکال در اون تیتر. آقای خلیق، آقای شالگونی، آقای خلیق میگن که بر اساس اون نقدی که از گذشته داشتن اومدن در دورهای مختلف انتخابات شرکت کردن، این به نظر شما نتیجه مثبتی بود از نقد گذشته سازمان؟ به نظر من کاملا منفی بود. ببینید، در جمهوری اسلامی چون از بطن انقلاب بیرون اومده، این دستگاه وحشتناک، این رو در قالب پوشش جمهوری به خورد مردم دادن از اول تا مردم بفهمن کلاه رو گذاشتن سرشون. ماجرا اینه که ولایت فقیه یک استبداد مطلقه ایه که از ناصرالدین شاه بیشتر اختیار داره. در مورد فدایان میخوام حرف بزنم. شما حالا دارم در دقیقاً در دقیقاً در مورد فدایان صحبت میکنم. من دقیقاً شما تمام تحلیل شعاره. بله. مثلا شما تحلیل شعاره، بالاخره شعارم مقدسه. ولایت فقیه حق دارم دفاع بکنم از شعارهای خودم یا نه. بله، این مسئله عبارت از اینه که اینجا احتیاج داره جمهوری اسلامی به انتخابات. می‌بینید که همیشه تنور انتخابات رو دارن، حتی اگه سن به اصطلاح انتخاب کردن رو پایین میارن. انتخاب شدن در جمهوری اسلامی از محالات دلیل فکر میکنید، ولی انتخاب کردن برای همه آزاده. چرا میایید در بساط اونها بازی میکنید؟ ایشون در واقع در این مسئله که انتخابات در ایران در جمهوری اسلامی حتی همش آزاد باشه، باز ارگان های منتخب هیچی نیستن. حتی رئیس جمهور یه پاسبان در خونه مردم نمیتونه بفرسته بدون اجازه ولی. ترتیب مجلس سازمان در شرکت در دورهای مختلف انتخابات رو اشتباه میدونم. خیلی کوتاه قبل از اینکه باقای زرین آباد بریم سوال از ایشون بگیریم. نه، ببینید، با این فکری که آقای شالگونی مطرح میکنه، در حقیقت عرصه و حوزه‌ای نمیمونه که برای اینکه نیروهای سیاسی بیان به میدون یک تحول جدی در این طی چند دهه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته. عرصه ببینید که حریف برامون تعریف کرده. اجازه بدید در رابطه با اینکه کلاً توازن در جامعه به سود جامعه مدر تغییر پیدا کرده. جامعه مدر صرف نظر از خواستهای جریانهای سیاسی خواستها و مطالباتی داره. خب آن نیروز که در 76 اومد به میدون، آن نیروز که در 88 اومد به میدون، این نیروی آنچنان گسترش پیدا کرده که داره در حکومتی که ایشون با توصیف میکنه واقعی هم هست، بعد چیزهایی را تحمیل میکنه که خود حکومت که انتخابات راه انداخته مجبور میشه در انتخابات خودش تغلب بکنه. اجازه بدید به آقای زرین‌آباد بگم. خواهش میکنم. من جناب آقای خلیلی سوالم این هستش که شما چرا از
فرصت هایی که جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب به شما داد تا عرضه سیاسی داشته باشید و در جامعه بتونید فعالیت بکنید یک استفاده نکردید، و آیا امروز فکر نمی کنید که شما دیگه هیچ نقشی در جنبش مردم ایران ندارید و یک گروه 5 و 10 نفره و کلا جنبش چپ هیچ تأثیر دیگه نمیتونه داشته باشه؟ این سوالی که از اول در واقع روی سر این بحث ما بوده، کسی که در ایران نشسته این بحث رو نگاه میکنه همین رو میپرسه، آیا واقعا نقشی داری در ایران و بالطبع آیا آینده‌ای برای خودتون میبینید؟ یعنی سازمان چپ در واقع دیگه یک طنزه تو ایران. آره، ایشون به صحبتی که میکنه خب با واقعیت خیلی فاصله میگیره. یک شاخصه که خیلی خوب میتونه نشون بده که شما برگردید به خود جمهوری اسلامی، برگردید به روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، برگردید به وزارت اطلاعات. اگر نیروهای چپ به طور کلی، به طور مشخص سازمان فدایی هیچ نقشی ندارن و تاثیرگذار نیستن، این همه علیه ما تبلیغ نمیشه. این همه خلیل، چون این کیهان این کار میکنه که جنبش سبز ایران رو به چالش بکشه، اسم شما رو میاره برای این، نمیاره به خاطر اینکه شما قوی هستید. چپ ایران نفوذ داره و پای واقعی هم هستش، ولی ضرورتا این نیست که این یا اون سازمان. در ایران معلومه که 600 تا سازمانی هم باشه خود نمیتونه سازمانش رو بگیره. به شما میرسیم خیلی کوتاه. به این ترتیب شما در ایران واقعا حضور دارید، نفوذ دارید؟ ما تو ایران نیرو داریم. شما هم میدونید یک جریان تاریخی، سازمان فدایی جریان تاریخی است و جریان تاریخی به سادگی ریشهشون کنده نمیشه. سازمان ما جریان ریشه داری داشت، ولی نمیتونه به ریشه اکتفا کنه. البته نه تنها نمیتونه، بلکه با طبعا باید به برنامه تکیه بکنه. آن برنامه که ما داریم، اون دیدگاهی که داریم، معتقدیم که آن نیروهای مدرنی که در به صحنه اومدن و رو مسئله آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی تکیه می کنند، اونها بیشترین تمایل نسبت به این برنامه دارند. بله، آقای شالگونی، شما برای سازمان فدایان خلق ایران اکثریت به این شکلی که هست در ایران آینده روشنی تصور می کنید؟ متاسفانه به نظر من آینده روشنی نمی بینم، ولی برای چپ ایران، مردم تا گرسنه هستن چپ وجود داره، مگه میشه چپ باشه کسی؟ در صورتی که فقط خیلی کوتاه باشه، اولا ما تمام این تحولاتی که طی کردیم، در تمام این تحولات انتخاب اجتماعی ما تغییر پیدا نکرده، هم آن آرمان های ما، ارزش های ما همچنان به آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی اعتقاد داریم. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان های برنامه بهروز خلیق، محمد رضا شالگونی و مخاطبان اونها احمد زرین‌آباد و کیانوش بوستانی. این برنامه رو روی وبسایت ما هم به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحه‌مون در فیسبوک آرشیو شده. شب بر همه شما خوش.